لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی برنامه. امیدواریم که در همه صحنه‌های زندگی موفق باشید، سعادت دنیا و آخرت نصیبتان. در ادامه بحث احکام نماز، ما واجبات نماز رو گفتیم، برخی از مستحبات رو هم اشاره کردیم، یه سری احکام طبیعی هم دارد نماز، از جمله احکام شکیات نماز، احکام مبتلات نماز، احکام نماز جماعت، نماز مسافر. اینا رو هم انشاءالله از الان آغاز میکنیم تا ادامه برنامه ها. بحث شکیات نمازی که از مباحث مشکل هست، یکمی باید دقت بیشتری داشته باشید و توجه به اون مواردی که گاهی برای خودتون پیش میاد، چون مسائل شکیات نماز رو نه ما همش رو میگیم، چون بسیاریش پیش نمیاد و نه همه افراد لازم است همه اونها رو حفظ کنند و یاد بگیرن. هر کسی همون مورد یا مواردی که برای خودش پیش میاد یا ممکنه پیش بیاید یادگیره کفایت میکنه. و این تصور که اگر شکی در نماز پیش آمد برامون نماز رو رها میکنیم یا نماز جدید میخونیم دیگه، حالا چرا بریم دنبال یاد گرفتن مسائل شکیات، اینم فکر اشتباهی است. چون که بعضی از موارد شک اگر پیش بیاد نماز باطل نیست و نماز صحیح رو نمیشه به هم زد شکست، این خودش حرامه، گناه است. فلذا سعی کنید به مقداری که لازم هست مسائل شکیات رو یاد بگیرید، بعدم در نماز اگر شک پیش آمد که صحیح بود نماز صحیح بود، نماز رو به هم نزنید. خب حالا این اجمالا مقدمه. اولین مسئله این است که اصلا شک در نماز یعنی چه؟ شک در نماز حالت بینابین است، یعنی 50-50. شما یه نقطه صفری فرض کنید، اینو میذاریم اسمش جهل، یعنی چی نمیداند. یه خورده یک کمی که بداند، یعنی مثلا 10%، 20%، 30%، تا به 50 برسه که دو طرف به قول معروف کفه مساوی باشد، این اسمش شک است. اگر از 50 بالا رفت یک طرف، اسمش زن با زای دستدار، یا میگیم احتمال. اگر یک طرف از 50 بالا رفت، طرف دیگر میاد زیر 50، میشه 20-30 مثلا. اگر یه طرف 70% بود، یه طرف دیگه میشه 30%. مثل اینکه حالا من 70% احتمال میدم رکعت سوم نمازم، پس 30% چی احتمال میدم رکعت چی باشد؟ رکعت اگه به شک بین 2 و 3 گفتم، 30%ش احتمال است که رکعت دوم باشد. اینام تو احکام شکیات نماز با هم فرق داره. پس اجمالا شک در نماز یعنی همین حالت 50-50 که یا اینه یا اونه، هیچ کدومش هم بر دیگری نمیچربد. این حال اجمالا در ذهنتون باشد. و اما شک در نماز اقسامی داره، 3 قسم است. اینا رو یک یک در ذهنتون جا بدید، انشاءالله احکامش هم واضح می شود. گاهی اوقات در اصل نماز ما شک داریم، شک دارم نماز خوندم یا نه، شک دارم این نمازی که خوندم درست بود یا نه، نه در رکوع شک دارم، نه در سجده شک دارم، نه در اینکه 2 رکعت خوندم یا 3 رکعت، نماز خوندم، 4 رکعت هم خوندم، اما این نماز من با طهارت بود، آیا نماز من رو به قبله بود، در کل نماز شک دارم. یا گاهی اصلا نمیدونم نماز خوندم یا نه، لیکن شک بین 1 و 2 که نیست، شک بین 3 و 4 نیست، شک در سجده نیست، در اصل نماز شک دارم. گاهی اوقات شک در اجزاء نماز است، یعنی مثلا در سجده شک دارم، در رکوع شک دارم، در اینکه یه سجده به جا آوردم یا 2 تا، تشهد خوندم یا نخوندم، سوره خوندم یا نخوندم، این کلمه رو درست گفتم یا نه. این هم اصطلاحا میگن شک در اجزاء نماز. نوعی دیگر شک در رکعات است، یعنی گاهی وقتا من نمیدونم رکعت اولم یا رکعت دوم، یا رکعت دومم یا سوم، این هم اصطلاحا میگن شک در رکعات. اگر یک یک اینا رو توضیح بدیم انشاءالله مسئله واضح میشه، هر کسی هم وظیفه خودش رو خواهد دونست.
به نظر میرسه من این تقسیم بندی که کردم فعلا اجمالا تعریف شک و اقسام شک رو در ذهن مبارکتون باشد، تا برنامه دیگر که انشاءالله از شک در اصل نماز شروع میکنیم احکامش رو خواهیم گفت. فعلا سوال زیاد داریم، تا لحظات دیگر به سوالهای شما میپردازیم به خواست خداوند انشاءالله. اولین سوال یکی از بینندگان محترم رو بخونیم. نوشتن که آیا چند کیلومتر برویم به سفر نماز شکسته است؟ منتظر جواب هستم با تشکر. ما هم تشکر میکنیم از شما به خاطر سوالی که مطرح کردید. مسافت شرعی رو 8 فرسخ دونستن، یعنی فقها فرمودن 8 فرسخ، اما فرسخ شرعی. فرسخ شرعی از فرسخ معمولی مقدار کمتره. فرسخ معمولی 6 کیلومتره، اون تقریبا 5.5 کیلومتره، که 8 فرسخش میشه حدود 45 کیلومتر. و اگر مسافرت رفت و برگشت هست، جمعا 45 کیلومتر، یعنی 22.5 کیلومتر رفت، 22.5 کیلومتر برگشت. پس اگر کسی از جایی که سفر را آغاز میکنه این مقدار میخواد بره و برگرده، یا بیشتر از این، حالا یا اینکه نه میره یه جایی میخواد از اینجا راه میفته میخواد بره مشهد در روزم اونجا بمانه، خب این فاصله بین این دو 8 فرسخ هست، بیشتر هم هست، نمازش بین را شکسته است. در وطن تمام بوده، در اونجایی من که میخواد در روز بماند تمامه، ولی بین را مسافر شکسته است. یه وقت هم نه، میخواد بره مثلا 100 کیلومتری 2 روز اونجاست و برمیگرده، یا صبح میره عصر برمیگرده، در مسیر و در مقصد و در برگشت نماز شکسته است. اما یه وقت هست کسی از وطنش را میفته میخواد بره 15 کیلومتری و برگرده، خب این اصلا مسافر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه جمعاً کمتر از 45 کیلومتره. پرسیدن آیا میتوان پول فطریه و کفاره را به فرزندان خود که توانایی مالی ندارند داد؟ نه خیر، نه فطریه را نه کفاره را به فرزند خودمون نمیتونیم بدیم، چون فرزند واجب النفقه است. و زکات که فطریه هم زکاته، یه نوع زکات است، و کفاره را به واجب النفقه نمیشه داد. واجب النفقه پدر، مادر، جد و جده، همسر و فرزندان، هرچه پایین رود، یعنی نوه باشد، نتیجه باشد، نبیره باشد، به اینا نمیشه داد، به دیگران. ولی دیگران میتونن اگر اینا فقیرن زکات بهشون بدن. پرسیدن سکه های طلا که خودمان خریده ایم و سال از روی آن گذشته است خمس دارد؟ بله، اگر از درآمد بین سال خریده اید ناجز معونه زندگی محسوب نمیشه، پس اندازه خمس داره. با سلام و عرض ادب میخواستم بدانم لباس هایی که روی آنها عکس هایی مثل صورت یا حیوانات باشد نماز خواندن درست است یا نه؟ نماز ممکنه درست باشه، اما با این نقش و تصاویر ثواب نماز کاسته میشود و فرمودن کراهت داره. از مسئولین دانشگاه سوال کردن، یا اساتید دانشگاه، بله، ماشین حسابایی که بعد از امتحان کنکور دانشجویان جا میگذارند و دیگر امیدی به برگشت دانشجو و پس گرفتن آن نیست، را آیا میتوان به دیگران داد یا با اجازه رئیس حوزه برای خودمان برداریم؟ یا اگر همین را به ما هدیه بدهند میتوانیم قبول کنیم؟ خب نگاه کنید، اگر واقعا اینا اعراض کردن سراغش نمیان دیگه، یعنی اگرم فرضاً اطلاع پیدا میکنن میگن آره ولش کن دیگه، این معنای اعراضه. یا نمونه های دیدید گاهی وقتا منه یه اساس های بیرون منزل میگذارن که هر کی میخواد ببره، این میشه اعراض. یا یه جایی گذاشت، جای چیزی رو جا گذاشته دیگه، میگه ارزشی نداره دنبالش بریم، این معنای اعراضه. اگه واقعا اینه، بله هر کس برداره اشکالی نداره، یا بردارید به دیگرانم بدید اشکالی نداره. اما اگر نه، اعراض نکردن اینا، اگه متوجه بشن اینجا جا گذاشتن دنبالش میان، اگر خبر بهشون بده میان میگیرن. یا اصلا نمیدونیم اعراض کردن یا نه، اینا جز اشیایی است که باید به صاحبانش برگردونده شود، اعلام بشه. اگر صاحبانش آمدن سراغش، آمدن نیامدن، اون موقع با توجه به اینکه اعراض معلوم نیست شده باشد، از طرف صاحبانش باید صدقه داده شود، یعنی بدن به افراد فقیر و مستمند. حالا اگر مستمندی اونجا دارن که دارن، ندارن بیرون.
حالا این هم یه بیننده اینجوری نوشته، حالا توبه هم کرده ظاهرن، خودشون هم نوشته من فقط یک بار شراب خوردم ولی هیچ اثری روی من نداشت. چوک میدارد، آیا خوردن آن چون اثری بر بدنم ندارد باز هم حرام است؟ هرچند از گذشته خود پشیمانم. خب اگه پشیمانی دیگه چرا میخواد دوباره برید سراغ اینها؟ شراب خاری کار بدیست، هم به جسمتون ضرر میزنه، هم به روح و ایمانتون ضرر میزنه، هم از نظر احکام شرعی گناه بزرگی، گناه کبیره است. ولذا دیگه سراغ این گناه نرید. یک، دو، اینکه توبه کردید خدا انشاءالله بپذیرد. سوم اینکه شراب خاری مربوط به تاثیرش نیست. حالا شاید شما احساس میکنید تاثیر داره یا نداره، یا ممکنه بگید یک قطره میخورم، یک قطره. حالا من یه مثال بزنم، نجاست رو. یکی از بگید من یک قطره خوردم هیچی من نشده، خب یک قطرهش هم حرامه. اینم همینه، این فرق نمیکنه. مال مردم رو چه یک ریال چه یک میلیارد، بله اون میلیارد خسارت بزرگتریه، ولی این حرامه، اونم حرامه. نمیدونه مثلا یک کسی بگه که حالا از حسابهای هر کسی ما یک ریال برداشت کردیم، از این آقا یک ریال، از اون آقا یک ریال، از یک میلیون نفر یک ریال، حال شده جمعاً مثلا چقدر؟ یه میلیون میشه 100,000 تومان دیگه. خب فرق نمیکنه که، اینم حرام است و گناه. سال بعدی پرسیدن میخواستم بدانم میشه خمس را به یکی از افراد فامیل بدیم که وضع مالی خوبی ندارد و ازدواج نکرده؟ انشاءالله وقتی که خمس مالتون رو میپردازید اجازه بگیرید، اشکالی ندارد، اجازه بدهن مانعی نداره. معمولا مواردی که به هر حال از بستگان باشند و فقیر باشند موقع پرداختن خمس اجازه بخواهید اجازه میدن، اما اجازه بگیرید، بدون اجازه نپردازید. بازم سوال بعدی هم راجع به خمسه. خمس را می توانید در صندوق صدقه بیندازیم؟ نه، مصرف خمس با صدقه فرق می کنه. حالا بعضی از مواردش ممکنه مشترک باشد، اما خب این ممکنه تمام رو ببرن در مصرف صدقات، در حالی که تمام خمس تمام مصارف خمس مصرف صدقات نیست. فلذا نه، در صندوق صدقه نیندازیم. سلام، خسته نباشید. من چند بار نذر کردم و الان یادم نیست که چیزی نذر کردم. با آیا صیغه نذر خواندم یا نه؟ حکم من چیست؟ ممنون میشوم. حالا فعلا وظیفه نداری، صبر کنید. اگر آینده یادتون آمد که نذر کرده اید یا نه، صیغه نذر خونده اید یا نه، و بعدم چی نذر کردید عمل کنید. اما اگر یادتون نیامد فعلا وظیفه ندارید. ولی یک نکته اینجا نهفته است و اون این که وقت میبینی کسی یادش رفته اما اصلش رو میدونه، اما نمیدونه این مقدار است یا این مقدار، کم یا زیاد. میدونه نذر کرده یه مبلغی رو بده به یه جایی، اما 100,000 تومان بوده یا 200,000 تومان. بله، این همون 100,000 تومان فعلا بدهد تا بعد اگه یادش اومد بقیه رو بپردازه. اگر هم یادش نیومد همین مقدار کفایت میکنه. گرچه بعضی از فقها فرمودن که از باب این که ذمه‌اش میدونه مشغول است، یعنی میدونه بدهکار است، به چی؟ به مورد نذر. برای اینکه یقین پیدا کند به براءت ذمه، باید به مقداری بپردازد که مطمئن بشه دیگه چیزی به عهده‌اش نیست، پس 200,000 تومان رو بپردازه و این موافق احتیاط است. نوشتن میخواستم بدانم جراحی و عمل بینی برای زیبایی گناه محسوب میشود یا نه؟ اصل این عمل اگر برای بدن ضرری نداشته باشد، یک، مستلزم کار حرام نباشد مثل نگاه نامحرم، لمس نامحرم، نه اشکالی نداره، بله مانعی نداره. اما بعد اگر به گونه‌ای باشه که زینت حساب بشه، که معمولا جراحی زینت حساب نمیشه، باید از نگاه نامحرم بپوشونه، ولی معمولا اینجوری نیست. خب ظاهرا فرصتمون به پایان رسید. می‌خواستم سوال بعدی رو بخونم که یکم این جوابش مفصل هست، وقتمون اجازه نمیده. ان شاءالله این سوال و سوالای دیگه هم که مد نظر هست در برنامه‌های دیگه ازش استفاده خواهد شد. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم، موفق و مؤید باشید، خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله. خلاصه این برنامه: در این برنامه احکام شکیات نماز را شروع و در این راستا به چند مسئله اشاره کردیم. یکم، در موارد بسیاری شک در نماز موجب بطلان نماز نمی شود. بنابراین نمازگزار نباید صرفاً
به بهانه شک کردن نماز خود را برهم زند، بلکه باید احکام مربوط به آنچه مورد ابتلای خود است را بیاموزد و بر اساس آن تکلیف خود را انجام دهد. دوم، شک در نماز به معنای تردیدی است که دو طرف آن مساوی است و هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد. سوم، شک در نماز سه گونه است. اول، شک در اصل نماز، مانند شک در اصل خواندن نماز یا صحیح بودن نماز خوانده شده. دوم، شک در اجزای نماز. سوم، شک در رکعات نماز. از برنامه بعد احکام هر یک از این موارد را به تفصیل بیان خواهیم کرد.